سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از حمله تند و جنجالی حمید فرخ‌نژاد به مخالفان خارج نشین حکومت جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. میدونیم که در طی 100 روز گذشته اعتراضات در شهرهای کوچیک و بزرگ ایران جریان داشته و مردم هدفی که انتخاب کردند رو نامش رو انقلاب گذاشتند و دیگه این یک اعتراضات ساده نیست. توی این مدت هم افراد معروف، سلبریتی ها و هنرمندان مردمی زیادی بودند که کنار مردم موندن و یه جورایی تقاصش رو هم پس دادن، تهدید شدن، بازداشت شدن، ممنوع الکار شدن، ممنوع الخروج شدند. حالا یکی از بازیگران سرشناس ایرانی از ایران خارج شده و حالا حرف‌های تند و جنجالی خطاب به حکومت میزنه. آقای حمید فرخ‌نژاد که به گفته خودش 10 سالی هست گرین کارت آمریکا رو داشته و پسرش سالهاست که اونجا مشغول تحصیله، حالا پیش پسرش رفته و با دور شدن از ایران حرف‌های جنجالی خطاب به حکومت جمهوری اسلامی زده. آقای فرخ‌نژاد که بعد از خروجش از ایران هم حرف‌های بسیار توهین‌آمیزی پشت سرش زدن به خاطر اینکه توی این 3 ماه گذشته مشغول یک پروژه که قرار بود از شبکه نمایش خانگی پخش بشه به نام سریال سقوط بوده و بعد از دریافت دستمزد 1.5 میلیارد تومانی از کشور خارج شده و با این حرف‌هایی که بعد از خروجش از کشور زده باعث ممنوع پخش شدن این سریال با این همه هزینه و این همه عوامل شده. حمید فرخ‌نژاد در اولین پستش بعد از خروج از کشور با انتشار عکس چند تا از دیکتاتورهای مشهور جهان نوشت دیکتاتورها یا می جنگند و نابود میشن یا تسلیم میشن و نابود میشن. در هر دو صورت پایانشون یکیه. از مشترکات دیگر این صنف اینه که همگی تصور میکنن با دیگر همصنفانشان متفاوتن و اصلا دیکتاتور نیستن. اما با همه مشترکاتی که برشمردم یک تفاوت عمده با هم دارن. دیکتاتورها یا با شخصیتن یا بی شخصیت. دسته اول وقتی به پایان نزدیک میشوند سرنوشت را میپذیرند و کنار میرن و دسته دوم راه پرهزینه را انتخاب می‌کنند که منجر به بالا رفتن تلفات از هر دو طرف، یعنی هم مردم و هم خودشان می‌شوند، به گونه‌ای که در پایان داستان تکراری همه آنها لایه‌های دوم و سوم منتسبان و منصوبان و نیروهاشان هم به دلیل خشم مردمی که تلفات زیاد دادند مورد انتقام قرار می‌گیرند. گروه دوم کثیف می‌میرند. بعد و خطاب به علی خامنه‌ای در انتهای این کپشن گفته علی خامنه‌ای تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل به خاطر خودت دیکتاتور با شخصیتی باش. آقای فرخ‌نژاد که وقتی که در ایران هم بود جنجال‌های زیادی آفریده بود و در نشست خبری فیلم گشت ارشاد که شاید کمتر کسی فکرش رو می‌کرد بارها از مردم حمایت کرده بود، حرف‌های انتقادیش جنجالی به پا کرد وقتی که گفت چه در این دولت چه در دولت بعدی. عرضم بزرگتون که مخصوصاً طنز، خب در و محکم می‌بندی، اتحادیه درسازان و مسلمان می‌رن دمت وزارت ارشاد تحسن میکنم، یه در محکم بسه رو ما توهین کرده. عرضم به حضورتون که این جمله رو چندین بار گفتم، زیر مجموعه علوم انسانیه، تجربی نیست که در واقع دو تا بشه 4 تا، چه حکومت پهلوی چه الان چه حکومت آینده، این چیز نیست. یعنی در واقع با هر مدیری هر عرضم به حضورتون تأثیر کنه، شما منعکس نکنید. عرضم به حضورتون که با هر مدیری اینجا اینترنتی داره پخش میشه، شما کاری نمیتونید بکنید. با هر مدیری با هر سلیقه متاسفانه و خیلی هیته طنز مخصوصا زود با آدما برمیخوره. آقا با مسئله بفرمایید. سپاسگزار میشم. باخری هستم از خبرگزاری بسیج. آقا من حکومت امام زمان رو گفتم، گفتم حکومت بعدی.
از اینکه آقای فرخ نژاد اینقدر به اصول پایبند تشکر میکنیم. تو فیلم هم نشون دادن آقای فرخ نژاد در استوری هم خبر از احضار و بازجویی های 10 ساعته و ممنوع خروجیش از کشور داده بود و گفته بود برای اینکه به هم ثابت کنن که اشتباه گفتم که نمیشه حتی یه اعتراض مسالمت آمیز کرد، ساعتها بازجویی شدم. بعد از اون هم با انتشار عکسی از علی خامنه ای نوشت علی خامنه ای مسبب و مقصر همه اتفاقات اخیر شمایید. مقصر هر خونی که از هر دو طرف مردم و نیروهای امنیتی بر زمین ریخته می شود شمایید. مقصر همه صدمات مالی که به کشور وارد می شود شمایید. مقصرید به خاطر نگاه متفرعن و جایگاه فرعونی که برای خودتان قائل هستید. مقصرید به خاطر نگاه ارباب رعیتی که به مردم دارید. مقصر شمایید که گوشهایتان را بر هر اعتراض مسالمت آمیز بسته اید و هیچ چیز جز صدای خودتان را نمی شنوید. تحقیر کردید، زور گفتید و نادیده گرفتید. جواب هر اعتراض و انتقادی را با درفش و داغ و زندان و اعدام دادید. مقصر شمایید که حق انتخاب را از مردم گرفته اید. و در آخر هم گفت شما زورگوی بی جربوزه و نابالغی هستید که جرأت پذیرفتن خودتان را هم ندارید. دائم به دنبال وصل کردن هر اعتراضی به تحریک فلان کس یا فلان دولت خارجی هستید و خودتان را مبرا از هر گونه ضعف و کاستی می دانید. شما ظالمید و ظلم محکوم به فناست. و حالا در جدیدترین پست خودش با انتشار این عکس گفته تعظیم میکنم به همه کسانی که با ایمان به سرنگونی رژیم ظلم از عزیزترین دارایی هاشون گذشتن و همه آنچه منافع اتحاد و همبستگیشون هست رو به خاطر آرمان بزرگشون هوشیارانه کنار گذاشتن و گلایه ها و شکایت ها رو به زمان دیگر موکول کردند و از هر آنچه که خللی در راه این خیزش ایجاد کند دوری کردند و نفع جمع رو به منافع شخصی ترجیح دادن. آنانی که برای پیوستن توابین شرط نمیگذارند و خود را صاحب خیزش نمیدانند و به کسی طعنه نمیزنند. چرا دیر آمدی و چرا تا حالا سکوت کردی؟ آنانی که آغوششان برای جذب حداکثری باز است و فهم دارند که امروز روز تسویه حساب شخصی نیست و این خیزش متعلق به همه است و درصد انقلابگریشان را با بازخواست دیگران و انتصابشان به غیر بالا نمیبرند. حدود 10 روز است ایران را ترک کردم و با جماعتی آشنا شدم که خود را اپوزیسیون مینامند و سالها شغل خود را دشمنی با حکومت جائر و ظالم جمهوری اسلامی میدانند. خیلی زود متوجه شدم چقدر جمهوری اسلامی خوشبخت است که چنین مخالفینی در مقابل خود دارد. جماعتی که فقط خود را میبینند و هیچ کدام دیگری را قبول ندارد. جماعتی پر از مشکل شخصی با یکدیگر که بعد از گذشت 44 سال هنوز نتوانستند به رهبر مشترکی رأی بدهند و جماعتی که هر کدام ساز خود را میزنند. رسانه‌هایی که چشم دیدن هم را ندارند و همه وقت خود را صرف از بین بردن خودشان میکنند. نمیدانم مرا نفوذی خطاب خواهید کرد یا هر آنچه صلاح میدانید، ولی کاش همه شما با خدم و حشمتان و اسمها و عناوین مختلفتان همت و عقل و بینش یک دهه 80 رو داشتید و از سهم خواهی ها و خودخواهی ها و پرچمبازی هایتان دست می کشیدید و یک بار این جنم را از خودتان نشان می دادید که زیر یک چتر جمع شوید و یک صدا داشته باشید. طلبکاری ها و تسویه حساب ها را کنار بگذارید و یک نگاه داشته باشید. از جوان های کف خیابان های ایران یاد بگیرید که امروز بیش از هر زمانی به یکی بودن محتاجیم و به یکی شدن. خوب یا بد زیاد بلد نیستم مصلحت اندیش باشم، اما آنچه را که فکر میکنم به زبان میآورم. شاید خوشتان نیاید، ولی تا شما این گونه اید نظام ظالم حاکم بر ایران شاد خواهد بود از داشتن همچین دشمنانی. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک ها و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.